معنای ازدواج مسیحی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوال که ازدواج مسیحی چی هست و حالا وقتی ما معنیشو بفهمیم اهمیت اینکه چرا طلاق در مسیحیت مذموم و نکوهیده هست رو درک میکنیم و غیر از اون این مفهوم رو درک میکنیم که چرا کلیسا و همینطور عهد جدید به اندازه کافی آیاتی رو چه به صورت مستقیم به نوعی و چه به صورت تلویحی به ما میده که ازدواج با غیر مسیحیان رو خیلی مفید در درجه اول نمیدونه و اون رو توصیه نمیکنه. اینو درک خواهیم کرد. برای فهم مفهوم ازدواج مسیحی ما باید بدونیم که ریشه این ازدواج مسیحی در این حقیقت هست که در کتاب مقدس خدا، خدای اسرائیل، داماد آسمانی عروس زمینی خودش یعنی اسرائیل هست و سمبول ارائه شده از این که خدا چطور میتونه داماد عروس زمینی خودش اسرائیل باشه رو در آمدن مسیحای موعود و عصر مسیحایی، عصر در واقع اسکاتولوژیکال یا آخرت شناسی که با آمدن مسیح آغاز میشه رو داره اونجا این رو ادرس میکنه، بهش میپردازه. در کتاب اشعیا به طور خاص وقتی خدا داره رویای عصر نهایی مسیحایی، دوران گل و بلبل، دوران شادی و نشاط و پیروزی و پراسپریتی و کامیابی قوم رو و اون بهشت برین بر زمین رو تصویر میکنه و تفسیر میکنه، مثلا به عنوان مثال از سمبول شراب نام میبره و اونجا داره اینگونه صحبت میکنه، میگه در اون روز، مثلا در اشعیا باب 62 بخوایم نگاه کنیم آیه 4 خدا اینطوری صحبت میکنه، میگه که تو را دیگر متروک نخواهند نامید و سرزمینت را ویرانه نخواهند خواند، بلکه تو را اشتیاق من خواهند خواند. اشتیاق خدا، یعنی اسرائیل عروس خداست و خدا داماد آسمانیه و سرزمینت را متأهل خواهند نامید، زیرا که خداوند مشتاق تو خواهد بود و سرزمینت به عقد ازدواج در خواهد آمد، چنان که مرد جوان دوشیزه را به عقد خود در آورد. همینطور تا به آخر تصویر متافور استعاره خدا به عنوان داماد و اسرائیل به عنوان عروس که به نکاح و عقد خدا در میاد در اسرائیل در کتاب مقدس وجود داره. و بعد میام جلوتر، حالا ما این تصویر رو داریم، وقتی میرسیم به عهد جدید در انجیل یوحنا که انجیل رمز و رازه، اولین معجزه مسیح در قانای جلیل اتفاق میفته که عیسی مسیح خداوند به همراه بانوی مطهر ما مریم مقدس در اون عروسی در قانای جلیل بودن و اونجا شراب تمام میکنن. وظیفه دادن شراب در عروسی در واقع خاورمیانه با داماد بود و وقتی که شراب تمام میشه مادر مسیح میاد و از مسیح درخواست میکنه که به داد این زوج برسه و خداوند ما عیسی مسیح دستور میده که 6 قدح سنگی رو که هر کدوم به اندازه 30 تا گالون توش آب در اون جا میگیره که برای اعمال تطهیر یهودی بود بیارن و اونو آب میکنه اون تو و اون آب رو تبدیل به شراب میکنه که میشه حدود 180 گالون. هر کدوم از این قدح های سنگی حدود 30 گالون جا میگیره، 180 گالون که چیزی در حدود بیشتر از 818 لیتر شراب ناب. و این شراب چنان ناب بود که میان و به اون داماد، چون داماد مسئول تهیه شراب در اون عروسی و بزم خود بود، میگن که همه ابتدا شراب خوب رو میدن در ضیافت خودشون، وقتی دیگران مست شدن اون موقع شراب های به درد نخور یا شراب های ارزان تر رو میدن. اما این چطوره که شراب ناب الان داده میشه؟ پس مسیح اون رو تبدیل به یک شراب ناب میکنه و این فراوانی باز ما رو به یاد یک آیاتی در اشعیا میندازه، باب 25
آیه 6 در اشعیا میخونیم که خدا از این ضیافت الهی صحبت میکنه که درش کوه خداوند سرشار از شراب و پری و شراب با کیفیت هست، که میگه خداوند لشکرها در این کوه ضیافتی برپا خواهد کرد، ضیافتی از خوراکهای لذیذ برای جمیع ملتها، ضیافتی از شراب کهنه، که یک مثالی از شراب کهنه یعنی شراب مرغوب اعلی، خوراکهای پرمغز و مرغوب ترین شرابها، او پوششی را که بر تمام ملتها افکنده شده است و بسته‌ای را که بر جمیع قوم‌ها گسترده است در این کوه فرو خواهد بلید. و داره صحبت از این میکنه که خدا اون کوه که سمبولی از آسمان هست پر از شراب‌های نیکو میکنه و اینا سمبوله، همش استعاره است از فراوانی. و اینجا مسیح میاد اون نقش رو، اون آیات رو انگار در قانای جلیل داره اون رو به تحقق میانجامه، برای اینه که 180 گالون یا 6 قدر سنگی پر از شراب میشه. حالا پس مسیح حالا به عنوان تجسم خدای اسرائیل داماد آسمانی کلیساست، برای همین کلیسا عروس، مسیح داماد سماوی لقب گرفته. ازدواج مسیحی سمبول و نشانه از ازدواج خدا با ماست، نه اینکه ما ازدواج میکنیم که خدا رو نشون بدیم، بلکه در واقع ازدواج مسیحی نشانگره اینه که خدای اسرائیل با جهان خودش، با خلقت خودش رو مثل یک عروس در آغوش گرفته و مسیح داماده و ما در واقع عروس آسمانی هستیم، از اون که کلیسا عروس مسیح هست. پس عروسی زمینی، ازدواج زمینی سمبولی از معاشقه، عشق و رابطه با غیرتی که داماد برای عروسش، یعنی مسیح که سره، برای کلیسا که بدنش هست داره. پس عروسی مسیحی، ازدواج مسیحی چرا نمیتونه با امتها باشه؟ چرا نمیتونه با غیر مسیحی باشه؟ برای اینکه این اتحاد شکل نمیگیره، برای اینکه یک مسیحی با غیر مسیحی ترکیبی از ازدواج مسیح با کلیسای خودش نیست. مسیح با کلیسا که بدن خودش هست ازدواج میکنه. یک مسیحی با غیر مسیحی نمیتونه سمبولی از اتحاد مسیح با کلیسا باشه، برای همین میگه که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوی، زیرا که تفکر اونها تفکر خدمت به مسیح نیست، برای اینکه اونها در آه کشیدن برای مسیح به سر نمیبرن. ارسطو از عشق و رابطه دو نفره‌ای که به حقیقت متعال‌تری منجر میشه اینطوری تعریف میکنه، میگه یک رابطه متعال، رابطه که در اون نفر سوم مرکز عشق ورزی باشه، که هر دو نفر به نفر سوم عشق ورزن. حال این نفر سوم عشق ورزی یا این که خرط اعلای رابطه هست به گفتار ارسطو در ازدواج مسیحی، جایی که مسیح داماده و عروس و داماد هر دو عروس مسیح هستن، برای اینه که وقتی دو مسیحی با هم ازدواج میکنن، چون به نفر سوم که مسیح هست و عشق میبرزن، اونجاست که عشقا از خودخواهی و نفس پرستی و شهوت متمرکز میشه به عشق به نفر سوم که همون خدای اسرائیل است. ازدواج مسیح سمبل رابطه با خدای اسرائیله. اسرائیل نوین کیه حالا؟ حوا هست. اسرائیل نوین حوا هست در مسیح. حوای جدید هست که اطاعت رو به انجام میرسونه. کلیسایی کیست که سمبل کلیسایی است که سرکردگی اون مسیحه. این حوای نوین این که سمبل اطاعته. تجدید رابطه و اطاعت آدم و حوای نوین از خدا در باغ عدن جدید. پس ازدواج مسیحی سمبل آدم و حواست که در عدن سقوط کردن، در کلیسا دارن اطاعت از مسیح و از خدا رو تکرار میکنن. ازدواج با غیر مسیحی چنین رابطه رو شکل نمیده، چنین تصویر رو به وجود نمیاره. حالا طلاق پاره کردن چنین سمبل عهد الهیه، برای همینه که از بین بردن این سمبل و این عهد نزد خدا مکروهه. مگه اینکه خدا در عهد عتیق هم گفته از نفرت داره از طلاق، و در عهد جدید هم جز به واسطه بی وفایی جنسی مسیح چیز دیگه رو دلیل نمیبینه. البته وقتی زبان پولس رسول میرسه، در زمان رسولان میگه اگر یک بی ایمان نخواست با شما زندگی کنه، اون موقع میتونه بره. پس باز اون بی ایمانی تنها چیزیه که اینجا عامل شکسته شدن اون عهد و رابطه میشه. پس چون رابطه مسیحی، ازدواج مسیحی سمبل عروسی خدا، خدای مجسم اسرائیل در جسم یعنی عیسی با کلیسا هست، اینه که ازدواج مسیحی یک آیینه، یک سمبل یا یک ساکرامنت مقدسه که به نفر سوم که خدای اسرائیل هست در عیسی مسیح مجسم شده عشق می‌ورزه.